در خدمت آقای اصغر شمس‌الدینی هستیم از ساکنین و بومیان شهر شمشک و دربندسر. در قسمت شمشک خواستیم از ایشون بپرسیم که راجع به شهر شمشک و دربندسر چه پیشنهاداتی دارن، با چه نبود امکاناتی اینجا دست و پنجه نرم میکنن. آقای اصغر آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. گیلکی بگم؟ گیلکی گپ بزن. خب ایشالا که البته اونجان مشکلات ندارمی، ولی این پیس که دوست داده یک خود مشکل داده. اگه این پیس باز بابو خیلی موقعیت واسه شمشک خوب بونه، بعد که اینا رو بتونستن انجام ندونن. هر کس که این کار نهل نه این پیس باز بابو بگن خیانه به این شمشک، خیانه به این شهر. حالا دیگه شهر بابه دیگه، در باید تابعه شهر بودیم، تابعه این سیستم جدید این نظام باشیم. نه نبونیده. خلاصه اگه بخوایم بگیم هگردیم 100 سال پیش 50 سال پیش یه امکان نداره. باید با روز باشیم دیگه. به نظر من با روز باشیم بهتر هست. بگویم آقا قدیم فلان به قدیم بگیم. الان پیسم را کفه، بالاخره این فرنگسرا را کفه، بعد این داروخونه و دکتری تو این کرده بود، مردم راحت تره نه. کلن بعد نیه این مینوز خوب هست، رفت آمد خوب هست. بعد خدا برکلی مردمش راحت زندگی کنه، نه همیشه وجود دارن، دیدن مثلا ندارن. مغازه هست، هر چیزی آدم بخواد بخره بخره وجود دارن. ان شاء الله که گمان با روز اما خودمون مطابق کنیم. هی قدیم تمونو بدین. جدید هی بنه دستم بتن با هم خوب بوان، با هم مشت موان، رفیق موان بهتره. ولی اگه چیلی دشمنی رو کنن با هم در قهر موان و منیت دارن، این خیلی بده. این منیت ها اینا باید برن کنار، با هم دوست موان، رفیق موان، خلاصه گره کار هم در باز کنن. یعنی این مشکلات رو چیز کنن، با هم در حل کنن. هر کس واسه خودش یه ساز نزنه. به نظر من هرچی با هم باشن، دست به دست هم دادن و دلسوز هم باشن، خدا دی دوست دادن بهتر دیبونه. بالاخره از خلق راجع به این ساختمونایی که مثلا الان دارن این همه ساخت و ساز میکنن، این مثلا نظرتون چیه؟ تو شهر شمشک و دربندسر به نظر شما گنجایشش رو این شهر داره؟ بالاخره چه بخوام چه چه بخوام چه نخوام همین بونه دیگه. یعنی مثلا بنه نه خار کردم، بالاخره از نظر او از هر چیزی بالاخره بنه. تهران مثلا 3 میلیون جمعیت داره، الان 20 میلیون جمعیت داره. مثلا نهلیم خب باو دیگه اینجا نهلم بسازم، نه بونه ساج نه بالاخره عین نه خلاصه گسترش نه هیچ کار نشده گفته آقا نسازن تکو نکن نبونه در. یعنی اصلا سیستم عوض بده در که من تهرون 3 میلیونی بده چقدر 20 میلیون در زندگی گنده نه. حالا مشکلات دارن بالاخره کم بوده هستن، ولی بازم در چرخ نه. حالا به نظر من نمید ببینه بعد اینه فلان بالاخره بعده در. خب برنامه های اشتغال جوونا چیه؟ مثلا برای اشتغال زایی کمترین کاری اینجا به اون صورت انجام نشده. اشتغال زایی که اصلا به نظر من جوانای ایران اصلا کلن جوان کم بده، اصلا تولید دیه نسل دیه در از بهشونه نسلی وجود ندانه که زیاد ببو ایش اصلا یکی ازدواج کنده یه دونه یال اصلا ندادن کاچتی بنا کنده. همه محله همین شمشک محل 5 تا جوان بیکار داره و نده چی دانشجونه درس کنه، بقیه اصلا یکی یال ندانه کن تو یه یال پیدا کن. اینجا یال گیدنیه و اینه
خودش با جوان زن ببره یالدار ببره به بچه وقتی که اینجا چهار تا بینی ماله چهار تا داره سواج محل همچنی الان مدرسه ما فقط کرد در و افغانی یه اصلا بومی دنی نه چون اصلا یالدار نبونه چون گرون و فلان هست دیگه. حالا نبود امکاناتش مثلا اینجا دیگه درمونگا نداره داروخونه نداره اینا درستونه چیزی نیه و اگه جمعیت ده با همه چی درستونه جمعیت دنیه ده که ما مدرسه همون 20 شاگرد دادن چی جمعیت کم بوده وقت وقتی جمعیت کم بوده اکثر هم دیگه تهرون داره دن بنده خودم در سال 5-6 ماه تهرون دارم و دو سه ماه اینجا دارم اکثرا همین الان این محله هاشه همشون تهرون دارن اینجا اصلا زندگی نکنن حالا به خاطر کمبود نیه اصلا چون اینجا امکانات تهرون بیشتره راحت تره داروخانه دارو درمان همه چی ولی اینجا همین یه خود مشکله این حتی خارکوت ببو فکر نکنم بیان زندگی بکنن الان هر کسی اینجا این اجاره کنه فلان این حتی این چوشو دردنشون دنبال زندگی اینجا کسی که اصلا زندگی نکنه دیگه اگه زندگی کنه همه چی اینه به نظر من اگه زندگی کنه دکتر اینه داروخونه اینه نمه این همه امکانات اینه وقتی که جمعیت دنی چی دنی الان هر کسی زندگی جمعون بیه یک تولیدی بزنه یک کار بزنه یک دکه باز کنه باید بچه خیانا وقتی کسی دنی بچه خونه نه الان باید که همین چند تا مغازه اگه خرید نکنه نه تعطیل بوده کمتر خرید کنه اکثرا شون تهرون خرید کنه خریدشون این باید نکنه اینجا از خود اینجا چون اینا هم دی خب بیشتر کرایه داره نه کلی هزینه دانه کارگری ها کرایه این شهر دارید خدا تا من کرایه گیر نه که باید کمتر داده شهر داره نه باید جاته هاره که اینا نچرخه این شهرداری بود کم آره اگه بتونه کم آره خیلی خوبه والا خیلی ممنونیم دست شما هم درد نکنه خیلی صحبت‌های سازنده و خوبی بود ایشالله که مسئولین به گوش مسئولین برسه و به هر حال ما خیلی خوشحال شدیم از این مصاحبه خیلی متشکریم.